سلام و ادب خدمت شما شاگردای عزیز و نازنین، امیدوار هستم که جور باشین و صحتمند. شاگردای عزیز و نازنین، امروز با درس دوم از فصل دوم کیمیای صنف نو در خدمت شما عزیزان هستیم. دنبر ارتباطی ما و شما را یادتان نرود. 2-0-964-780-255-40-13 می باشد که از این طریق میتونید با ما ارتباط برقرار کنید. خب شاگردای عزیز، با نگاهی بر خلاصه درس امروز با ما همراه باشید. امروز ما و شما می‌خواهیم یاد بگیریم که الکان‌ها چه قسمی نامگذاری می‌شود. اگر یادتان باشد در درس گذشته در رابطه با الکان‌ها یاد گرفتین که الکان‌ها مرکباتی است که مشبوه هست و رابطه اشتراکی ما بین اتم‌های کربن رابطه یگانه است. حالا می‌خواهیم یاد بگیریم که چه قسمی می‌تونیم الکان‌ها را نامگذاری کنیم. و چون الکان‌ها شاگردای عزیز و نازنین از نظر شکل و ساختار دو قسم هست، یا به شکل راست زنجیر می باشه یا به شکل منشعب یا شاخه‌دار می باشه، نامگذاریشان هم به دو دسته منقسم می شه: نامگذاری الکان‌های منشعب و نامگذاری الکان‌های راست زنجیر، که امروز ما و شما می خواهیم نامگذاری الکان‌ها را چی راست زنجیر و چی منشعب و شاخه‌دار یاد بگیریم. شاگردای عزیز و نازنین، کتابچه‌های خود را آماده کنین که درس آغاز می کنیم. خب به طور کلی نامگذاری الکان‌ها شاگردای عزیز نازنین دو قسم انجام میشن: به طریقه معمولی و به طریقه آیوپک. به این دو روش ما میتونیم الکان‌ها را نامگذاری کنیم که میاییم هر کدام جداگانه توضیح میتیم، یاد میگیریم که چه قسمی میتونیم این نامگذاری را انجام بیتیم. نامگذاری الکان‌ها به طریقه معمولی از این فرمول شاگردای نازنین تبعیت میکنه که ما شما این فرمول باید بلد باشیم. این قسمی که تعداد اتم‌های کربن به زبان لاتین را نوشته می‌کنیم و بعد از او پسوند ANE که مربوط به الکان‌ها می‌باشد را به آن علاوه می‌کنیم و نام الکان مورد نظر به دست می‌آید. این فرمول را به خاطرتان بسپارین که می‌ریم یک مثال با هم کار می‌کنیم برای تخته‌سیاه. سوال قسمی است: نام الکانی با 6, 7 و 8 اتم کربن را پیدا کنید. خب میاریم برای تخت سیاه با کمک یکدیگر نام الکان را پیدا میکنیم. خب فرمول باید شما بلد باشین. فرمول چی بود شاگردای عزیز نازنین؟ تعداد اتم کربن با زبان لاتین نوشته میکردین و بعد پسوند ANE را با آن علاوه میکردین، نام الکان مورد نظر به دست میامد. شاگردای عزیز نازنین، در مثال برایتان تعداد اتم های کربن داده شده است: 6, 7 و 8. خب تعداد اتم کربن 6 به زبان لاتین را نوشته میکنیم چی میشه؟ به زبان لاتین میشه هگزا. خب عدد 7 به زبان لاتین چی میشه؟ هپتا. آفرین، هپتا.
عدد 8 به زبان لاتین چی میشه؟ اوکتا. خب این میشه تعداد اتم های کربن به زبان لاتین که در این قسمت براتون نوشته کردیم. حالا میره پسوند ANE که مربوط به الکان ها هست رو به آن علاوه میکنیم. پسوند ANE رو علاوه میکنیم در این قسمت به هر کدام و نام الکان براحتی به دست می آید. خب چون در این قسمت حرف ای دو مرتبه تکرار شده ما یک بار نوشته میکنیم، پس نام الکان چی میشه شاگردای عزیز نازنین؟ هگزان. هگزان نام الکانی با 6 اتم کربن. نام الکانی با 7 اتم کربن چی میشه؟ باز در این قسمت چون حرف ای دو مرتبه تکرار شده است یک بار نوشته میکنیم، پس نام الکان ما چی میشه؟ هپتان. این میشه نام الکانی با 7 اتم کربن. مثال بعدی اوکتا، نام الکانی با 8 اتم کربن. باز در این قسمت چون حرف ای تکرار شده است یک بار نوشته میکنیم، نام الکانی ما میشه اوکتان. این قسمت نوشته میکنیم. نام اکتان نام الکانی با 8 اتم کربن می باشه. پس بنابراین به این ترتیب اگر هر تعداد اتم کربن شاگردای عزیز به شما داده شد میتونید نام الکان را به طریقه معمولی از طریق فرمول نوشته کنید. تعداد اتم کربن به زبان لاتین جمعی پسوند ANE نام الکان به دست می آید. و اما نامگذاری به طریقه آیوپک چه قسمی از شاگردای عزیز نازنین؟ باز چون ما الکان ها را به دو دسته یافت میکنیم، یا از نظر شکل ظاهری یا به شکل یک زنجیر مستقیم هست یا به شکل منشعب یا شاخدار یا معاوضه‌دار هم به آن گفته میشه داریم، پس نامگذاریش هم به دو قسم انجام میشه، یا به صورت نامگذاری الکان های منشعب یا به صورت نامگذاری الکان های راست زنجیر که میرویم هر کدام را جداگانه یاد میگیریم که چه قسمی میتونیم نامگذاری ها را انجام بدیم. قبل از او شاگردای عزیز نازنین باید یاد بگیریم که الکان راست زنجیر چه قسمی هست ساختاران و الکان منشعب یا شاخدار چه قسمی است. الکان راست زنجیر اگر به شما یک ساختار یک الکان شاگردای عزیز نازنین داده شود مطابق مثال که برتون آوردیم، یک اتم کربن و دو اتم کربن، نهایت دو اتم کربن اتصال داشته باشد، ساختار ما یک ساختار چی هست؟ راست زنجیر هست که مثالش را در شکل زرد به طور کامل شما مشاهده میکنید. پس الکان راست زنجیر به الکان های گفته میشه که یک اتم کربن به یک یا نهایت دو اتم کربن اتصال پیدا کرده باشد. اما اگر یک ساختاری بر شما داده شد شاگردای عزیز نازنین که اتم کربن به 4 تا اتم کربن اتصال داشته باشه و بیش از 2 اتم کربن، طور مثال به 4 اتم کربن اتصال داشته باشه، یا در این مثال سعی کنید به 3 اتم کربن اتصال پیدا کرده. اگر ساختاری به این قسم داشته باشین که شاگردای عزیز نازنین که اتم کربن به بیش از 2 اتم کربن اتصال پیدا کرده باشه، به 3 اتم، به 4 اتم یا به 2 اتم اتصال پیدا کرده باشه، ساختاری که برای ما تشکیل میشه یک ساختار منشعب میباشه یا شاخه‌دار میباشه که شاخه ها یا معاوضه های ما شاگردای نازنین در این قسمت در این شکل این میباشه، در این شکل هم شاخه های ما این میباشد. این میشه یک الکان منشعب یا شاخدار یا معاوضه‌دار. خب حالا که یاد گرفتین الکان راست زنجیر چی است و الکان شاخدار چه قسمی از ساختارش، میرویم که نامگذاری هر کدام با هم یک جای کار کنیم. نامگذاری الکان های راست زنجیر به این قسم است که
در ابتدا حرف این را نوشته میکنید به معنای نرمال است، مستقیم، و بعد از اون نام الکان مورد نظر نظر به تعداد اتم های کربن آن نوشته میکنید. خب حالی میرهیم با هم یک مثال کار کنیم شاگردای عزیز نازنین چه قسمی نامگذاری ها انجام میشن. نام الکان های زیرا بنویسید. ساختارهایی که برای شما داده شده همه رقم که در شکل مشاهده میکنید یک ساختار راست زنجیر هست. پس بنابراین باید نامگذاری الکان های راست زنجیر در این قسمت یاد گرفته باشید و از این طریق حل کنید سوال را. من این فرمولا را برای تخت سیاه نوشته میکنم و بعد با کمک هم یک جای نام فرمول یا ساختار را نوشته میکنیم. خب شاگردای عزیز نازنین این ساختارها برای شما داده شده. برای شما گفته که نامی الکان پیدا کنید. باید فرمول اول نوشته کنید. فرمولی که به ذهنتان هست برای نامگذاری الکان های راست زنجیر حرف این را نوشته میکنید که حرف این به معنای چی بود؟ به معنای نرمال. و بعد از اون نام الکان مورد نظر نظر به تعداد اتم های کربن نوشته میکنید. خب برای ساختاری که مورد اول برای شما این ساختار داده شده چون یک الکان راست زنجیر است پس حرف این را نوشته میکنید. بعد از اون نام الکان خب سعی میکنید چند اتم کربن در این ساختار موجودیت داره؟ 1، 2، 3 و 4 اتم کربن. نام الکان با 4 اتم کربن میشه نامش بیوتان. بیوتان در این قسمت نوشته میکنیم بیو تان با پسوند این ایم که مربوط به الکان هاست. پس نامش میشه این بیوتان. مورد بعدی ساختار بعدی که برای شما داده شده به این صورت هست. باز چون راست زنجیر است حرف این را اول نوشته میکنید. بعد نام الکان چند اتم کربن سل میکنیم داره؟ 1، 2، 3. نام الکان با 3 اتم کربن میشود میشود پروپان. پس پروپان رو نوشته میکنیم. پس نام الکان راست زنجیر ما میشه این پروپان. به این صورت برایتی شما میتونید هر مثال دیگر شاگردای عزیز نازنین کار کنید. فقط کافیه که این فرمولا بلد باشید. امروز با شما یاد گرفتیم که الکان راست زنجیر چی است؟ که گفتیم الکان هایی که نهایت با یک اتم کربن نهایت با 2 اتم کربن رابطه اشتراکی رو داشته باشن ما با آن الکان راست زنجیر میگیم. و الکان منشعب یا شاخه‌دار یا معاوضه‌دار رو یاد گرفتیم که الکان های منشعب به الکان هایی گفته میشد که اتم کربن با بیش از 2 اتم کربن دیگر رابطه اشتراکی رو داشته باشن. که بعد آمدیم نامگذاری هر کدوم رو یاد گرفتیم. نامگذاری الکان های راست زنجیر حرف این را اول نوشته میکنیم به معنای نرمال و بعد از اون نام الکان بسته به تعداد اتم های کربن را نوشته میکنیم. و همچنان به الکان ها را نامگذاری الکان ها به طریقه معمولی را یاد گرفتیم که تعداد اتم کربن به زبان لاتین نوشته میکنیم و بعد از اون پسوند ANE که مربوط به الکان ها میباشه را با هم کار کردیم. الکان های منشعب یا شاخه‌دار یا معاوضه‌دار شاگردای نازنین چون بسیار مهم هست در جلسه آینده با هم یک جای کار میکنیم و یاد میگیریم که چه قسمی میتونیم الکان های شاخه‌دار را نامگذاری کنیم. خب شاگردای عزیز نازنین درس ما در اینجا خلاص شد. امیدوارم که درس خوب فهمیده باشید. شما را به خداوند می سپارم. خدا یار و نگهدار همگیتان باشد.